به نام علایق تو توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، خدا کنه صحتمند باشین و چاشت خوبی داشته باشین. خوار گرامی، بینده های عزیز برنامه بانو، من هم سلام های گرم خود را تقدیمتون میکنم. امید است که جور و صحتمند باشین، چای سبز هلدار در مقابلتان باشه و برنامه خود را تماشا بکن. و همچنان خوار ما که باز میخواین به برنامه زنگ هم بزنن، میدانن که با دایل نمودن شماره تلفن 8656 میتونید به برنامه خودتان به تماس میشین. پیام های 456 هم با ما هست. خوار مکنه میتونن که در جریان برنامه با ما به تماس شن، میتونن به 456 زنگ بزنین، کلید 1632 فشار بتین و پیامتون بگذارین. خب شکایت از پیام های 456 نکنیم دیگه. بله شکایت نکنیم، به خاطر اینکه دکتر سیب تاک زیاد کم شده و زیاد شده رفت و یک موضوع را میخواستم که دکتر سیب سرزمی بس کنین، به خاطر که چند نفری پرابلم با ما گفتن و گفتن که دکتر سیب باید روی زمین بس بکنه. امی که یک فامیل پسر خود نامزد میسازه و خوزگاری پش یک دختر میرن که او تحصیل کرده است، در یکی از جا کار میکنه، چی دکتر است چی معلم است چی انجینیر است یا هر کاری که می باشه، خواستگاری میره و کسایش که میگن خوره میگه، کسایی که نمیگه باز بعدن اقدام میکنه و زندگی دختر خراب میشه. ایست که میگه ما دختر را در کار نمیمانیم. به این صورت گفتن که دکتر سیب روی زمین موضوع گپ بزنه که اگر اونا میخوان که یک دختری که سواد نداشته باشه، یعنی جای کار نکرده باشه و درس نخونده باشه، او را نمانه که کار کنه، پس کس را بگیره که هیچ درس نخونده باشه. اما کس را که میفهمن که کار کرده، تحصیل کرده است و در اجتماع یک جای داره، باز میره از او خواستگاری میکنه، باز نمیمانیش هم که کار کنه. فرزان جان، یک موضوع هست در بسیاری جایا در خانواده ها، تابوری هم در این فکر هستن که فکر میکنن که زن فقط و فقط برای خانه ساخته بله. شده، زن باید بیرون از منزل کار نکنه. ما بارها گفتیم یک مسئله را که امی مسائل اسلامی را بسیاری ها تعصب به جای اسلامی دارن. امی لطفا شما پیش امی علمای دینی برین برشان بگین که آیا زن حق نداره که کار کنه؟ زن حق نداره که سرمایه از خود داشته باشه، اکاونت بانکی داشته باشه، خودش تجارت بکنه؟ آیا می زن امی حق نداره؟ هر چیز حق داره، همه چیز میفهمه، ولی متاسفانه بسیاری کس ها از فقط و فقط منحصر به می از افکارش که زن باید بیرون از منزل کار نکنه، بیرون از منزل نبره، زن باید همیشه در خانه باشه، زن باید چنان باشه. پیش خودش هر چیزی که در مفکوره خودش امو تعصب به جای خودش خطور میکنه و فکر میکنه که نمی باز متاسفانه بعض کس ها هست که می رسم و رواج خود را، عرف و عادات خود را، افکارهای منفی خود را باز او را رب در اسلام میده، در حالی که باید که انسان از تمام مسائل باید که آگاهی داشته باشه. و در خانواده بسیاری کس ها هست، حالا مثلا وضعیت زندگی بسیار خراب است، یک نفر پیدا میکنه 11 نفر دیگه در خانواده میخورن. بله. شما خود دانه میارد فکر بود حالا چی فرق میکنه که در کنار شوهر خود خانمش هم اگر بتانه. خب این یک موضوعی است که مربوط خود انسان میشه، این تعصبش باید نداشته باشه. مثلا پیشتر فرمودی شما که گفتین که وقتی که یک دختر که اگر شما میخواین خیلی مطابق و مصد سوی خود باید عروسی بکنین، یک دختر که درس خوانده، مکتب خوانده، تحصیلات عالی یا نسبی داره، در یک جای کار میکنه، بیرون از منزل کار میکنه، خیلی پس شما از او خواستگاری خیلی نکنین دیگه. بله. و به شرط شما که یک موضوع نمیگیم که من دختر نمیمانم که عروس که کار کنه. یعنی می یک تعصب است که سر از این انسان ها باید کار بکنه. ای وقتی که واقعیت یک موضوع را فهمید، درک کرد، باز بار بکنه که نمی انسان چنگ میشه، ولی مشروط برای که امو حداقل یک کس باشه که امرای صحبت بکنه، برشان بفهمانه که در اقتصاد خانواده چقدر رول داره که یک زن کار بکنه. و خصوصا این مسائل اقتصادی را ما بارا گفتیم که دست زنها بتین زیادتر میفهمن نسبت به مردها، که بسیار واقعا زنها اقتصادی تر هستن، مسائل میفهمن، ولی متاسفانه بسیاری کسا هست که اینمی یک تعصب بیجار داره که باید زن از بیرون. خب به استثنای موارده که مثلا احساس میشه که بیرون آمدن زن یک خطر است، حالت خوب نیست، یا چون خب حالت از وقتی که من طفل بودم یادم میاد که عمی میگفتن که حالت خوب نیست. بله بله، اوضاع بسیار خراب است، کلگی میگه که می حالت خوب نیست، اوضاع خراب است، چنان است چنان است. خب تا همین وقت هزارها نسل دیگه هم که به اگر ما به این مفکوره باشیم، به این حالت باشیم،
اینمی زندگی ماست. حالا من کشورهای دیگه همین کشورهای همسایه را میگم، این همسایه که از همسایه پس بانه میگه بینیش از بریدن است. بله. همین حداقل همین حالت را ببینیم چطور بالا همین کشورهای همین همسایه را ببینیم که در چه حالت بره. از همین کارم آدم از بی... یک موضوع است. ای ایج وقت ای به ارتباط نداره که خدای نخواسته بی فحشار زیاد بسازه یا ای خطر دیگر داشته باشه. هر چیز به تربیه انسان هست. در هر جامعه اولین بار سرمایه گذاری سر انسان های زو هست که در این باره در برنامه های گذشته هم زیاد صحبت کردیم. سر انسان سرمایه گذاری میکنن، سر مفکوره ها سرمایه گذاری میکنن و امی باعث از این میشه که بالاخره انسان هم میسازن. وقتی که انسان ساخته شد همه چیز، امروز بدبختی ما در کجاست؟ شما خودتان ببینید که امروز ما در کدام یک حالت داریم؟ یک روز در شاروال یک کسی گفت در افغانستان در کابل زیادتر از 5 میلیون نفر زندگی میکنه. پاک کردن از این شهر کار کاملا ناممکن است. بله واقعا. شما خودتان فکر بکنید. من یک مثال از شنگای چین برشان دادم که 74 میلیون نفر در تنها شهر شنگای چین است. 74 میلیون. وقتی که ببینید یک زرام کثافت در وجود دیده نمیشه. چی هست که انسان ساختن؟ بله. انسان خودش میتونه. 5 میلیون چی هست؟ ما فکر میکنیم که البته ما کسایی هستیم که دیگه در دنیا دیگه از ما که زیاد کس نیست. بله. کسایی هستن، ولی این وقت جور میشه که ما انسان بسازیم. مفکوره ها خودش چنج میشه، انسان خودش میتونه که در فکر ازی باشه که چطور زندگی خود رو روش بده. تا وقتی که این گپا نباشه ما سالها در ازی آتش سوختیم و میسازیم. بله. خب دوستان عزیز، بیاین که یک پیام بشنویم و باز هم منتظر تماس های شما میمانیم. سلام بر شما فرزانه جان و به دکتر صاحب. من یک مشکل داشتم، میخواستم پیام خود بگذارم. دختر 18 ساله هستم که بچه هم دوست دارم و خواستگاری آمدن و نه خانواده هم نمیخواه بتن به خاطر که اون بسونی مذهب هستن. من میخواهیم یک مشوره خوبتانه بشنوام. چرا این موارد زیاد صحبت کردیم فرزانه جان؟ ما بارها گفتیم که همین بعض اوقات شما از ذهن خود در صورتی که در چیزی که حلم ندارین، در چیزی که نمیفهمین، از ذهن خود تصمیم نگیرین. مثلا علمای بسیار جهید، علمای بسیار خوب ما از هر دو جانب داریم. همین شویوسونی به نظر من دیگه باید همین گپا رو بیخی کنار بگذاریم. انسان با نصف وجود خود چی کرده میتونه؟ هیچ. یک بدنه انسان اگر وقتی که فلج باشه دیگه بدنش هم بیکار است. همینطور است. اینمی شیعه و سنی هم اردوش بدنه اسلام است و ای اگر ما به این فکر باشیم که ایره ما از خود مجزا یکی دیگر رو بسازیم، ای یک موضوع است که ما بارها گفتیم که سعی کنین یک درخت از بیخ، ریشه، همه چیزش یک درخت است، صرف شاخه ها جدا است. پس بنیاد ما همه، من نمیفهم که این اختلاف چی هست. ایره دشمنای دین اسلام زیادتر اختلاف انداختن در همچه موارده که همچه مسائل میشن و دو جوان از هم دیگر جدا میسازن با اینمی افکر. در حالی که خدای ما یکی، پیغمبر ما یکی، قرآن ما یکی، پس مشکل در کجا مونده؟ بله. بعضا مسائل که هستن یک اون اختلافات بسیار جزئی است، ولی مهم چی است که انسان اینمی مسائل اگر از علمای دینی شما پرسان بکنین، پیش از علمای دینی یک بار مراجعه بکنین، برشان این موضوع رو بگین، مطمئنن که اینمی حرفایی را که من براتون میگم اونم گپا براتون میزنه که گپا نیست. ولی اینمی تعصبات مذهبی بی جا بی مورد حتی باعث ازی شده که به میلیون ها میلیون نفر وقت در جنگ کفار کشته نشده که بین خود اگی مشکل آفریدن ایجاد انسان ها کشته شدن، شهید شدن. پس به او خاطر اینمی موضوع پیشتر ما حرفایی که زدم به می هم ارتباط میگیره که مفکوره ها را انسان تا که چه نکنه. شما خودتان فکر بکنه در یک کشور، در یک جای کلش مسلمان هنوز هم ما بودد با کدام تعصباتی که پا غرق هستیم و جهان دیگر بیبی که در کجا رسیدن، ما در چی یک حالت فعلا قرار داریم. بعدم اونمو گپ است که تا که مفکوره ها رو ما چند نکنیم بار بکنیم که همیشه در همین یک حالت میمانیم. پس به او خاطر ما از این خوار میخواییم که همین هر کسی که نمیگذارن در خانهشان امیره بگن که لطفا شما پیش یک عالم دینی برین، یک عالم دینی رو در خانهتان دعوت بکنین، کسایی که برشان بگن بگنیم ترست ببینید که امو برتان چی میگه. بله، تمام موضوعات روشن میسازه. بله. پس به او خاطر اگر همین کارو بکنین انشالله که مشکل حل میشه. بله. خب دوستای عزیز، میریم به طرف یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز و نیمه روزتان بخیر.
بازم منتظر تماس های شما هستیم. تماس میایم و دوباره قطع میشه و یکی از برادرای عزیز خود خواهش میکنیم که زنگ نزنن، به خاطر ازی که وقت خواهرها هم تلف میشه و خوب است اگر مشکل دارن در پیام ها میشه که بر ما پیام خود بگذارن و حتما ما به دکتر صاحب میخوانم و یا صدای خودشان نشر میکنیم، صدای خود بشنون و مشکلشان انشالله حل میشه. خب یک پیام هم میشتیم که از طریق 456 مواصلت ورزیده، ببینیم از کدام دوست ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، چطورتون؟ خوب است انشاءالله. این دیگه تشکر، زنده باشید. ما شاید نمیده کنیم جدا شدیم، بعد از دوده که جدا شدیم بسیار جگر خونی کم مرچ کم گوش کم که فراموش کم ایز نمیشه. دیگه فعلا در دارمانین دست میخوانم، کس دختر که آفاز رو معمی جور دست میخوانم. الان وقتی که میبینم یک گپ میگن دوباره زخمان زاده میشه، چه خطم کنم که فراموش کنم؟ هیچ نمیدانم فراموش کنم. بخدا پیام های 456 فرزان جان یک مشکلی که داره که چون سوال کرده نمیتونیم اینا هم که گفتن که نامزاد خود جدا شدن. وقتی که به این اندازه شما دوست داشتین چرا جدا شدین؟ آیا پیشنهاد از جانب شما بوده یا از جانب مقابل؟ اگر جانب نامزدتان بوده اونا وقتی که جدا شدن، نه نمیفهم که عاملش چی بوده، چرا این گپ واقع شده. اگر شما جدا شدین چی گپ بوده باشه، در صورتی که دوستی عشق محبت دوستی هم است که حتی شما نمیتونین کوره فراموش بکنین. حالا من تقاضای من شما یه از خبر خان که یک موضوع هست که دیدیم که اگر اونا ملامت بود یا اونا خواستن که شما جدا شون، هر چیزی که بود یادها و خاطره های اگان وقت انسان آزار دهنده است. به واقعیت آن انسان بسیار زیاد آزار میده و خصوصا دخترهایی که واقعا بعدن بچه هایی هستن که مثلا فسخ نامزادی میکنن، ولی از ته دل نمی باشه یا ای که احساسات سرشان غلبه میکنه یا هر موضوعی که باشه، ولی یک چیز برتان بگویم که کوشش بکنین که اولی که یگان حالت های استثنایی هست که بالا انسان میه. دفتن در یک جای خانش میغلطه، سیلاب میه، یک حالت میه، یا بالا یک بخش از مردم میه، یا بالا یک کس یک حالت میه که یگان تلخی های است که انسان باید که قبول بکنه، باید همو حالت برداشت بکنه. خب ولی این حالتش بعض اوقات قسم میشه که شما کوشش بکنین که اگر واقعا بخواین که جانب مقابله از فراموش بکنین، اول چیزی که شما از او اونا را به یاد شما میاره یا خاطرهایش از زنده میسازه، کدام توفیشان از پیشتان، کدام هر چیزی که باشه که وقتی که شما میبینین امو حالت به یادتان میه، کوشش بکنین که نمیار از پیشتان دور بکنین. و موضوع دوم ای است که کوشش بکنین در فکر ازی باشین که یک زندگی، حتی من یک موضوع را فرزان جان در برنامه های گذشته گفتم که حتی یک سرک که دومون یک خاطره خوش دارین که تی نامزد تان رفتین، کوشش بکنین ادم هم تیر بیر نشین بخاطر تمام خاطره هایش تازه میشه. بله این موضوع است. و موضوع دیگه ای است که خب من پیشتر هم گفتم یکان حالت هست که انسان از صلاحیت انسان بالا هست، نمیتونه دیگه او یک حال هست که بالا انسان میه، ولی تحملش انسان میداشته باشه. یک چیز معتقد باشین به ایگه که خداوند بالای هیچ کسه او قدر باره یا بار مشکلات نمیره که توان از او انسان بالا باشه. هر مشکل بالای هر کسی که میره مطابق توانش میره و کوشش بکنی که در صدد تشکیل یک زندگی یا خانواده نو باشین. همیشه یکسان نمی باشه. اتو فکر نکنین که مثلا هر خوی و خصلت که امی نامزدتون داشت تماما مردها چنین است، کاملا چنین است. بسیاری کسا هست میگه ما بیخی امید خود عدس دادیم و همه باور بکنیم، میگه کل یا یگان تا میگه کل مردها یک قسم است، یا میگه نه کل امی زنها یک قسم است. نه زنها یک قسم است نه مردها یک قسم است، هر انسان خودش است. میلیون ها میلیون انسانی که روی زمین آمدن امی نشان انگشتشان یک قسم نیست. هر انسان مشخص بله.
یک انسان است با اونمون نام با اونمون نشان. خب نامش فرق نمیکنه، هر کس خو یک نام میمانه، ولی در مجموع اینمی انسان مختص بر خودش است، خویش، خصلتش، خواصش، همی خطای انگشتایش، همه چیزش یک انسان است، فقط یکی است دیگه، نه قبل از او بوده نه بعد از او به وجود میاره، هر انسان خودش است. و کوشش بکنید که نفرت و که در ذهنتون در همچه حالات در خانم‌ها ایجاد میشه، یک حالت برشون پیدا میشه که از همه چیز نفرت پیدا میکنه، دل سردی از همه چیز برشون پیدا میشه، و در جنبش یک همیشه از یک چیز که بسیار زیاد خب یک تماس میگیریم فرزاد جان قطعا میشه. بفرمایین بانوی عزیز. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ بفرمایید. خوب هست. تشکر خواهر، خوب هستم، بفرمایید. گفتم من یکی از خانمای شهر کابل هستم، از ما کس مشکل خانوادگی دیگه هیچ مشکل نداریم، بیبی مادرم، بیبی من خوشوکلانم دیگه، زیاد بیاسلو میکنه، صبح که میخیزه انا چیز خود مثل گذشته ولی این چیزم گم شده، این قسم بیاره مال خود پیدا میکنه، دعای بعد میکنه بچه ها دختاره ها، خود ما خوشی ما بیچاره تکلیف هم داره، یک به زمد میسازه که بیاندازه دیگه، از چی میکنه چه هم نداره چی کنیم که بازو اگر سرا کنی مثل آدم های جوان های چی غال مغال هم سرا را جمع کن دیگه، یک مشکل شده که سمشون را اشتر پنگ نیم کنم پنگ زکی بگم داره و خانه ما قانون گرفته یا میگه می باشم اینجا که می رو یک شمه باشه پس نه می نمیگه خوش هستم اینجا هم دیگه فقط یک سات دو سات ما را سلامه جای ببری که بردیم پس نه باز نرانی الان من نیم کامرش چی کنیم مادر کلان پدری تان است یا مادری تان؟ مادر کلان پدری. پدر تان زنده است؟ خسر مست هم کاکان زنده خب تشکر خوار، من مشکل تانه گرفتم، خدا حافظتان. خب بازم عرفای خدا بر از او خوار ادامه میتیم که گفتیم که کوشش بکنم که امین نفرت و کینه و بعض اوقات دل سردی از دنیا برشان در ذهنشان ایجاد میشه و فکر میکنن که دنیا به هیچ نمیارزه و بالاخره آیست آیست نمی افکار اینا رو پیچانده میره، حتی باز یکان تمایل به خودکشی و گپو پیدا میشه. کوشش بکنید که با انمی افکارهای منفی مبارزه بکنید، در صدد یک زندگی نو باشین، مطمئنن که یک بار شکست دو بار شکست ولی بالاخره انتهایش پیروزی است، ولی من براتون میگم که دفعه دوم شکست وجود نداره و یک زندگی خوش راحت در انتظار شما است. بله، و با وجود از اینکه تماس های زیاد داشتیم اما متاسفانه آنها را گرفته نتونستیم، فقط تماسی که از بانوی عزیز بود از مادر کلانشان شکایت داشت، گفت که بسیار زیاد جنگ و دعوا میکنه، غال مغال را برام اندازه، مشکلات ایجاد میکنه و گپای دیگه شه هم شنیدین. والا مشوری دکتر سبه میشنویم در مورد مادر کلان ای بانوی عزیز چی میگه؟ خب قسمی که دنیا گول است، وقتی که از یک نقطه حرکت میکنی دوباره پس به اون نقطه میرسی. اینموت یک موضوعی هست که انسانم در مجموع خود انسانم وقتی که یک طفل میباشه، نوجوان میشه، جوان میشه، سنش اگه اندازه پخته تر میشه و ریسفید میشه و موسفید میشه و باز بالاخره دوباره پس به اون طفل میشه. من منظور معمی هست که او مادر کلانه، شما زیاد ملامت نکنین، او در سن و سال قرار نداره، این همچو اشخاص میشه. مثلا در دیگه دنیا هست که مثلا خانه سالمندا دارن، بله سالمندا رو اوجه میبرن، بار بکنین که حالتشان در اوجه هم خوب نیست، ولی چون او کشورها ضرورت دیده که مثلا اولاداشان در اوجه خدمتشان نمیکنه در هیچ حالت، ولی در اوجه هستن. و این خانه سالمندا چی یک جای دیدنی است فرزند جان، به خاطر که این کسایی که در این سن سال رسیده ببینین که اونا خودشان مثلا یکان حالتای برشان دست میتن، گرچه در افغانستان فضل خداوند تو گپا نیست چون زیاد خدا کنترل میکنن، ولی در اوجه همیشه رقص میکنن، بازی میکنن، خدا رایش میکنن این گپا، ولی شدیدن رنج میبرن، در آخر عمر قرار دارن دیگه، از او خاطر او قدر حوصله‌مندیه که وا ما شما داریم خواه ندارن. از به او خاطر همیشه کمی که میگن مادر کلان، شما یک وقت متوجه باشین که بالاخره ما شما هم در اون سن سال میرسیم، ولی کوشش بکنین که درک بکنین تماما مسائل مشکلاتش و زبان به زبان با اونا نشین.
به خاطر که مغز از او یک تکه اسکلروز پر است، او نمیفهمه خوبی را از بدی تفکیک کرده نمیتونه. چی فرق میکنه که بعدا مسائلش شما متوجه باشین که از چی چیز رنج میبره؟ اگر دو ساعت خوب همین خوبی خوشیش از چی هست؟ یعنی هر قدر حوصله مندی شما به خرج بتین و کوشش بکنین که نور بگین همیشه جدا باشند، در یک اتاق خود جدا باشند، اما چیزهایی که ضرورت داره، اما چیزهایی که میخواین، مثلا یکان افکارهایی در ذهن از یا خطور میکنن که مثلا های کاش اینمی لحظه اینمی غذا باید آماده میبود، اونمو لحظه میخواین، او فکر نمیکنه که اینمی غذا تهیه کردن چقدر وقت در بر میگیره، ولی خواستش هست. مثلا که خانم دیگه یک شکایت کرد، گفت دفتن گفت بر من میگه که دینی واده بس، میگه اینه میالا یک بولانی دلم شده. گفت من ولک بسیار کوشش میکنم، من دادم از بیرون میرم برش میارم. این مسائل هست که شما هم کوشش بکنین که وقتی که من اون رو براتون گفتم، وقتی که یک تفلک زد میکنه چی کارای میکنه، اما تفلک ها چه قسم آرام میسازین، اینه میرم اما تو فکر داشته باشین و در فکرتان باشه که با همچه انسان ها کوشش بکنین هر قدر میروان باشین، به نفع شما هم است و به نفع از اونا هم است، اونا هم راحت میشن. هر قدر که با هم شاشات پرخاش بکنین و همیشه اونا هم آسی و نافرمان و سرکش میشن و همیشه فکر میکنن و تمایل به گریه پیدا میکنن و میگن که البته که در فکر مکس نیست که پا، هر قدر با محبت، ما یک موضوع در مورد محبت در برنامه بسیار زیاد صحبت کردم سرش که از وقتی که یک طفل وقتی که به دنیا میایه با محبت ضرورت تا وقتی که فوت میکنم. بله، یک تماس میگیریم، وقت هم کم از خواهر عزیز زوزو صحبت بکنین که مشوره دکتر سیبا بشنوین. بفرمایید. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ زوزو صحبت کنین خواهر عزیز. شکر. وقت کم است. عزیز خو همشیره ایم است، نامزاد است. در امره نامزاد خود کمی مشکل داره، در همباق داره نامزاد. خودش در همباق داره. دیگه میخواین نخوارم که جدا بشینه. از این خاطر نامزادش نمیخوایم و دائمی کم مشکل داره. هنوز عرسی هم نکدنی؟ نخواهی نامزاد. خب چرا نه با یک مرد عروسی شده شما نامزاد ساختین؟ اول خبر نبودیم اما پسان باز خبر شدیم. خوی دروغ گفته بودن، فریب بود دیگه؟ آه بله. باز حالا امشیرتان میخوای فسخ نامزادی بکنه؟ نه فسخ نامزادی نمیکنه. میخوای که دامه بتن. خب. اما دینی گپ یک کم مشکل در بینشان وجود آمده که نخوارم میخواه که جدا بشینه بعد عروسی کنه، اما نامزادش نمیخواه، میخواه که امرای انباقش بشینه. خب وقتی که نمیخواهند دیگه باز بزرگا چی فیصله کردن؟ پدر مادرتان؟ پدر مادر ما هم قسم میخواه که جدا بشینه. خب تشکر از شما، خداحافظتان. اولی که یک کس در از یک خانواده خواستگاری میکنه، باید در او دروغ و فریب و ریا باید به هیچ عنوان نباشه. بله. وقتی که یک مسئله است، وقتی که دروغش فاش میشه، ولو هر چیزی که باشه دروغ دروغ است. بله. اگر بجانب اون باشه هر چیزی که باشه، خب یه مسئله یک بجانب بله. بودن نمیتونه، هر مسئله که بود باید خانواده را میگفت. و دوم دیگه بله. بله. مثلا مسئله اساسی ای است که در همچو حالات وقتی که اینا نمیخوان که وقتی که زندگی بکنه یا ای که میخوان که جدا زندگی بکنه، این صلاحیت هم توم یک دختر داره. بله. که در آغاز مرحله برشان میگه که من میخوایم که وقتی که عروسی ما به شرط میکنم که بر من خانه جدا بگیری. بله. این شرط و شرایطشان است. اینه باید قبل از نامزادی باید این کارا میکرد، ولی چون مسئله فریب بوده بر از اینا فریب داده، گفتن که من زن ندارم، ولی بعدنش معلوم شده اینا ای بر علاوه از این که ای وظیفه‌ش ای است که ای کار بکنه، در جنبش هر جریمه هم که بالاشان میمانین باید تو قبول بکنه. بله. بخاطر فریب کاری یک جرم بسیار بزرگ است که یک نفر کس فریب بده. واقعیت در آغاز برتان میگفت، ولی این باید به هر شکل که میشه باید قبول بکنه. اگر یک مرد همی توانایی را نداره یا که یک خانم خود جدا زندگی بکنه، کاملا حق یک خانم است، نمیخواد که با اونا زندگی بکنه. بله. ولی این گپ باید قبول بکنه. در غیر از او باید میشه با مشوره با بزرگا شما یک تصمیم بگیریم، به خاطر از اینکه هر چیز انسان برداشت کرده میتونه. ببینیم بسیاری کسا هست که در مرحله اول خصوصا دخترها را ما زیاد دیدیم که هر موضوعی که باشه
مثلا یک دخترک نامزد شده بود، از نامزد خود جدا شده بود، ولی امی اصرار میکرد که میگه من در همین مرحله اول زندگی باید این موضوع رو برای نامزدم بگویم که من قبلا با یک کس نامزد شدم، او رو دوست نداشتم، از اونها جدا شدم یا او از پیش من جدا شد. اینی موضوعات هست که در امی ابتدای زندگی باید کاملا با او با دروغ و ریا و گپا پیش نمیره. پس به او خاطر این حق خواهرتان است، خواهرتان حق داره که برشان بگه که من در صورت ازدواج با خودت میکنم که برای من زندگی جدا بگیری. وقتی که اونا قبول نمیکنن، باز دیگه میشه که با مشوره با بزرگا یک تصمیم و نهایی را شما خودتان بگیرین که آیا این مسئله را شما ادامه میتین یا در همین جا موضوع را بسته میکنه. بله دوست عزیز، همیش با امید موفقیت شما در بانو هستیم. دوست عزیز، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند حافظ و ناصر همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.